بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ خوش میگذره؟ ایشالله که این سال زنبورداری که داریم کم کم به برداشت عسل نزدیک میشیم پر از برکت، نعمت، ثروت و فراوانی براتون باشه. ایشالله زنبوراتون آماده کنیم برای تابستون و عسل تابستون هم برداشت کنیم. چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ امروز اومدم ازتون یه تشکر کنم. چقدر این بچه های یوتیوب باحالن، چقدر اینا خوبن، یه عالمه کامنت عالی دارم که همش تقدیر و تشکر از ماست که من شرمنده میشم اینا رو میخونم. خیلی دوستتون داریم. من و پیام فقط کامنت های شما رو میخونیم و لذت میبریم. همه این کامنت ها رو میخونیم. شما خیلی خوبین، همین که همراه ما هستین، همین که ما رو دوست دارین. یه سری از دوستان از توی یوتیوب میان توی اینستاگرام به من پی ام میدن، از من تشکر میکنن. من کار رو نکردم، فقط تجربیاتمون رو به اشتراک گذاشتیم با شما. خیلی دمتون گرم، خیلی دوستتون داریم. همین که همراهمون هستین، همین که همیشه هستین، ویدئومون رو نگاه میکنین، استفاده میکنین، لذتش میبرین، خیلی باحالین. من و پیام واقعا شما رو دوست داریم که اینقدر با انرژی برامون کامنت های عالی میذارین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین کانالو و با هم داریم میریم جلو و داره اتفاقات خیلی خوب تو زنبور داریم میافته تو یوتیوب و خیلی باحاله. خیلی مخلصی. امروز اومدم راستشو بخواییم اصلا میخوام برم چک کنم ببینم این ازم طبقاتی که روی اینا گذاشتیم، این زنبورای قدیمی اصلا اصل شوری دادن، اصلا آورشون خوب بوده یا نه، یا اصلا ببینیم چه اصلی رو میشه برداشت کرد، چه اصلی رو نمیشه برداشت کرد. بریم ببینیم چه خبره، بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بچه جورج هم امروز سرحاله. جورج اصلا سرحاله، از این وراش هم دود میده، از همه جاش دیگه دود میده. جورج کم کم باید بازنشست بشه دیگه، خیلی داره عجیب کارهای خفن میکنه. آقا میخوایی کلاتو بذاری آماده بشیم تا بریم. پیام اصلا کلن بدون لباس میاد داخل کندو. برو نگاه میکنه، ماشالله به این زنبور، ماشالله به این همه جمعیت. واقعا آدم لذت میبره این جمعیت رو میبینه و این کندوی خوشگل ما. تا الان مثلا 20 قاب پایینه، اینجا هم 1, 2, 3, 4, 5 تا بافتن. من میخواستم براش قاب بذارم ولی گفتم که چه لزومی داره الکی فشردگی درش بیاریم، بذاریم خودش این 5 تای بالا رو هم ببنده و کامل کنه، بعدم براش قاب بذاریم. جورج یه دود بزنیم ببینیم مثلا بری در چه حاله. خواستم این بالا نگاه کنیم، بعدم بیریم پایین هم نگاه میکنیم. بیاین کنار. این اصلا این کندو فوق‌العاده است. امسال ازش یه بچه کوچولو گرفتیم، انشالله ببینیم چیکار میکنه. این از شهد آوریش. بچه هایی که میپرسن عسل چجوری برداشت کنیم، بچه ها عسل باید ببنده روشه، یعنی پلومش کنه برداشت کنیم. ولی یه عده اساتید برای این عقیده هم که عسل اگه اینجوری برگردوندیم شهدش نریخت، اینجوری برگردونیم شهدش نریخ، نگاه من تکونش نرش، این اصل داره میرسه دیگه، میشه برداشت کرد تقریبا. ولی من برای عقیده هم که باید اصل بسته بشه، یعنی پلوم بشه تا بشه راحت برداشتش کرد، به اون غلیظی و ترغیزی برسه. حالا دوستان انشالله جواب سوالاشون رو گرفته باشن. مثلا اینو نگاه کنیم، ماشالله به این کندو، اینو نگاه کنیم، فکر میکنم 3 کیلو باشه. این داره میبنده، شهدی هم ورده عجیب غریب و دمشگی هم داره میبنده و آماده است. نگاه کنیم اثرش هم نمیریزه، سفته سفته. بریم اون پایین رو نگاه کنیم، مثلا ببینیم پایین چه خبره، اصل اصلا پایین داره. دلیل این که بچه داره اینجوری خوب میبنده اصلو به خاطری که من فشرده نگه میدارم، قاب اضافه به کندو نمیدم. بعضی دوستان قاب اضافه داره کندوهاشون، برای اون میگن چرا پیشرفت نمیکنه، چرا تخریزی ضعیفه. قاب اضافه اشتباس، باید قاب ها به اندازه جمعیت باشه. بریم پایین هم نگاه، ماشاءالله به این 5 تا قاب سنگینی، خدای من، خدا برکتشو بیشتر و بیشتر کن. خب از کدوم شروع کنیم ببینیم؟ احساس میکنم پایین تخت داشته باشه. حالا من باید بیشتر نگاه کنم، اینو بذارم اینجا، یه نگاه آقلن در صفی
به این کدو بندازم ببینیم پایین چیکار کردی. بله آماده هستی برای برداشت یا نه؟ نه هنوز تخم داره، هنوز تخم داره و هنوز آماده برداشت نیست و فکر می‌کنم همون فقط قابای بالاشه که اثر زده. اینو بذارم اینجا یکی دوتا دیگر نگاه کنیم با بچه‌ها. خب این قابم که در حال شهد زدنم به نظرم، ببینم بعد اینم شهد پوری شالا اصل جنگله، من که عطس میکنم اصل جنگله، احساس میکنم یه ذره طعم خرمالو جنگلی داره. اینا رو ببینیم، این هنوز شفیره است، شفیره که در اومدن توشو اصل میزنه. پایین رو که اصلا نگاه نمی‌کنم چون اینکه این پایین 10 تا قاب پر اصل، احتمال 170%. اینو ببینیم، اینو ببینیم، واه واه داره میبنده دیگه. چه سفید خوشگل هم داره میبندی، داره میبنده و پلوم میکنه. اینا رو پلوم که بکنه درصد رطوبتش میاد پایین، وقتی که پلوم کرد ما میتونیم سرپولک ها رو جدا کنیم و عسلش رو با دستگاه استراکتور قدرت استخراج کنیم. خب این قابایی که توش تخم بوده احتمالاً سواکه تخمات در اومدن داره توش شهد میزنه دیگه، تخم نذاشته ملکه، داره شهد میزنه، ولی تمیزش کردن داره شهد میزنه و آماده میکنه. بریم یکی دو تا دیگه این بره، هرچی به اون بر بریم بیشتر قاب تخم و لارو خواهیم دید. یه دود دود اینم الان این لارو داره یه چند تا، ولی داره عسل هم میزنه، آماده داره میشه، کم کم داره آماده میشه و برداشت. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. این چطوره؟ چطوری بچه؟ این قابل لار شفیره است، تازه شفیره تازه، این به این میگن شفیره تازه، شفیره که هنوز برشته نشده کامل، این برم داره میرنده. تا همینه دیگه، بریم تا آخرش هم داستان همینه، بذارم ببندمش، زیاد عزیزشو نکنیم، امروز هم هوای مقدار خنکه. اینم از قاب که بالا بود میذاریم پایین، خیلی کلوف بافتنش سخت، اینو گذاشتم بین اون اصلا رو خراب میکنه. یواش برو داخل. پس متوجه شدیم بچه ها اصلا جوری برداشت میکنه دیگه، باید ببنده، یعنی حدود 70-80% تا 90 دستش بود بسته باشه. بعدش هم اینکه غلیظ غلیظ باشه، برش میگردونی نریزه که بشه راحت برداشت. اونایی که خیلی عجله دارن تو برداشت، ما که عجله‌ای نداریم. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، خیلی باحالین، دم همه شما گرم، با ما همراهین. ایشالله که با هم دیگه میریم جلو، نه اتفاق خیلی خاص باید انجام بدیم. الان تولید جره رویال رو میخواییم آموزش بدیم، تولید ملکه رو آموزش بدیم، کندوچه پر کرده آموزش، خیلی کارها داریم که باید انجام بدیم. با ما همراه باشین، خیلی دوست دارم. کانال رو حتما سابسکرایب، لایک، کامنت، شیر فراموش نشه. خیلی مخلصیم.